درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. حسین پناهی شاعر و نویسنده و کارگردانی بود که انسان متفاوتی بود و در شعر و سروده و نمایشنامه و قطعاتی که می‌نوشت بسیار شاعر مسلک و خوبی بود. زنده یاد حسین پناهی شاعر معمولی نبود، شاعری بود که با آثار قوی به پشتوانه مسائلی که داشت و علاقه‌ای که به فلسفه داشت و بسیار معمولی زندگی می‌کرد. چهره ساده، ظاهری بسیار بسیار ساده بود، با لباس‌های معمولی می‌پوشید، موهای ژولیده پولیده مشکی او همیشه تو صورتش ریخته بود و صدای خاصی داشت. حسین پناهی زاده روستای دشکوه استان کهکیلویه و بوگرحمه بود. چندین نمایشنامه و کارهای تلویزیونی انجام داد. از انتشار اشعار خودش زیاد راضی نبود. این شاعر و نویسنده و هنرپیشه ایرانی اشعار گمنامی به اسم حسین پناهی در فضای مجازی و سایت‌های مختلف پخش میشه و به اسم حسین پناهی اشعار رو نشر میدن. دختر حسین پناهی، آنا پناهی، هم در جاهای بسیاری از این بابت شکایت داشته و گفته اصلا این اشعار و این نوشته ها مال پدر من نیست. در حالی که قبل از مرگ حسین پناهی اینقدر این اشعار و نوشته ها گفته نمی شد و پخش نمی شد، اما انگار بعد از مرگ حسین پناهی شاعر بودن و نوشته های او بیشتر تو چشم آمده و این طور به نظر میاد باید چشم راه انتشار آثار او که در کشوی حسین پناهی هست باشی. و گویا خانواده او در این باره میگن که آثار چاپ نشده ای مانند یک سری شعر نو، نوشته های شامل نمایشنامه و فیلم نامه از او وجود دارد که برنامه‌ای برای انتشار آنها نداریم و علاوه صداهایی که قابل تبدیل شدن به یک آلبوم صوتی باشد رو هم داریم. اما با گذشت این همه سال حسین پناهی وصیتی برای چاپ شدن یا نشدن اشعارش نداشته و خانواده میگن که او همیشه دوست داشت اشعارش چاپ بشه و مردم او رو بیشتر به عنوان یک شاعر بشناسن تا بازیگر یا فیلم نامه و نمایش نامه نویس. هرچند که خیلی ها نمیدانن که او شاعر بوده و تصویری که از حسین پناهی دارند یک بازیگر خاص با یک لهجه خاص و گویش متفاوت. البته این خاص بودن به پشتوانه ذهنی حسین پناهی از شعر و فلسفه است. به هر حال جنبه شاعر بودن پناهی بعد از مرگ بیشتر شده است. تصویر به جا مانده از حسین پناهی در ذهن هر کس متفاوته، اما دخترش میگه تصویر متفاوتی از پدر در خاطر دارم و میگه از زمانی که یادم هست پدرم همیشه در حال مطالعه بود و در واقع او در هر موقعیتی یک کتاب در دست داشت، بیشتر اشعار ترجمه رو میخوند و به روز بود، بهترین آثار دنیا رو دنبال میکرد، تاریخ ایران و جهان رو خیلی دوست داشت، فلسفه رو به طور جدی دنبال میکرد، به طوری که بیشتر آثار فلسفی دنیا رو با رعایت سلسله مراتب خونده بود. از این جهت در تراز یک کارشناس ارشد فلسفه آگاهی داشت. این صحبت‌های دختر پناهی نسبت به پدرش هست. حسین پناهی در این اواخر جعل آثار حسین پناهی بسیار زیاد است. تا میگویند من و خانواده‌ام خیلی تلاش کردیم تا جلوی معضل جعل رو بگیریم. خودم به افراد درجه یک خانواده و شاعران دیگر مبارزه‌ای برای نشر جعلیات رو دنبال کردیم. و در این پویش افرادی رو که به طور عمدی یا ناآگاهانه این جعلیات رو منتشر می کنند و در فضای مجازی به اسم حسین پناهی پخش می کنند، در حالی که اینها همش یک مشت نوشته هایی هست که اصلا در ذهن و باور پدرم نمی گنجده. در اینجا به صحبت هایی که دختر حسین پناهی در یک برنامه تلویزیونی که در رابطه با حسین پناهی بوده گوش کنید صحبتاشو و بیشتر آشنا بشید که چگونه مردم یک کلاغ و چرکلاغ میکنن. البته همه مردم نه، برخی از آدمهایی که یا آگاهی ندارن، نادانسته است، یا اینکه کسانی که به عمد این کار رو انجام میدند. با
بعد به مرور هی این جمله ها زیاد شد، جدی شد، مثلا فلسفی شد، حکیمانه شد. و متاسفانه کسایی که تو این وسط حسین پناهی رو به واسطه آثارش نشناسن دچار اشتباه و خطا کرد و باعث شناخت اشتباه شد. اینقدر این جمله ها الان زیاد شده، شما سرچ کنین تو گوگل اشعار حسین پناهی، بالای 80% جعلیه و از حسین پناهی نیست.